اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. آن سوی آبها وطنم بود، خاک غریب گم شده من، خابیده روی بستر تاریخ، جاری میان روح و تنم بود. بر آبهای ساحل نفتی درد خلیج فارسی من آغاز گریه می شد. آنگاه تصویر خانه پدری همراه اشکهایم می رفت تا کشاکش امواج، تا قلب کوچه باقی کانجا پر از شکوفه خورشید لبریز عطر یاسمنم بود. آن سوی آبها وطنم بود، شاید که در سپیده نیشابور بر برج یک رباط قدیمی پیچیده گیسوانش در دستهای باد لیلای سوگوار چشم انتظار آمدنم. آبی که می گذشت از پیش پای من تصویر چین گرفته تبعیدی را تا حوض خانه پدری می برد، آنجا که مادری سجاده را به روی سحر پهن کرده. چنگی به آب می زد، در موج موج آب می دید چهره‌ای کورا نشان ز خیشتنم. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه 26 ماه مارس، مارس هفتم فروردین ماه، به شما سلام می کنم. گفت بدترین زمان موقعی است که حاکم ها دزد باشن. شما یه حکومت داری که با دزدی مخالفت میکنه، اما یه حکومت داری همشون دزدن از بالا تا پایین. بنابراین در این حکومت وقتی سه تا بدبخت گرسنه رو میگیرن به جرم گوسفند دزدی و انگشتاشون رو تو شهر قم قطع میکنن، شما به چی فکر میکنید؟ نگاه کن، در شهر قم دست سه نفر رو به جرم سرقت گوسفند، انگشت دست سه نفر رو قطع کردن. اون حیوانی که این کار رو میکنه، آقای دکتر، اون جانوری که این حکم رو میده، اینا همشون پیچیده در مجموعه‌ای به نام جمهوری ولایت فقیه هستن. شما ببینید، حالا خمینی که اون جنایتکار بزرگ و بعد از اون خامنه‌ای چه بلایی به سر این مملکت آورد. از اون اولش که میخوایم نگاه کنیم، آقای اکبرنژاد الان تو زندانه، ولی این یکی از نطقهای او بود که شاید به خاطر همینم بیشتر اون رو گرفتن. ببین چه میگه آیت الله خامنه‌ای. اومدن یه وقتی خطبه خوندن، ولایت فقیه رو توضیح دادن توی خطبه نماز جمعه. آقای خمینی یه نامه ای زدن، یه بیانیه ای دادن و اونجا تصریح کردن که اینها نشون میده که شما ولایت فقیه را نفهمیده اید. اینی که گفتی ولایت فقیه نیست. اونجا ایشون یه بیانی دارن که خیلی من اینو خطرناک میدونم. ایشون میفرمایند که حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند.
شما اول شاید متوجه نشین، این قضیه من یه خورده توضیح بدم بفهمین این چقدر مطلب فاجعه باریه. ببینید قرارداد یعنی چی؟ یعنی که دو طرف یه قراردادی رو بین خودشون وضع میکنن، یه کارخانه دار با حاکمیت یه قراردادی مینویسه. ارزش این قراردادها به چیه؟ اینه که پایبند باشه دیگه، مستقر باشه، محکم باشه. بعد اونجا که میگه حکومت خب میتونه اون رو یک جانب لغو کنه، فقیه یک جانب لغو کنه، اونم که امام معصوم که نیست، اونم دقت کنه حتی متوقف بر ضرورت هم نکرده، بلکه میگه طبق تشخیصش نسبت مصالح کشور. تشخیص امروز مصلحت کشور اینه میتونه قراردادهاش رو یک طرف لغو، یک طرف لغو بکنه. خب این میدونی معناش چیه؟ معناش چیه که شما حکومتی رو که در رأسش معصوم نیست، حالا خودش اصلا آدم خوب، این زیر مجموعه که تو میدونی که ولی فقیه که در عمده موارد که خودش تصمیم نمیگیره، خودش نمیگه که اینجا این خیابون رو بکشید 10 تا خونه خراب بشه یا نشه، خودش وارد جزئیات قراردادهایی که دولت با ملت نوشته که وارد نمیشه که، ولی این اختیار اشراب میشه به زیر مجموعه، درسته؟ اون وقت شما تصور بکنید که مردم چقدر بیپناه میشن در برابر حکومت. این معناش نکته قانون اساسی قرارداد دیگه بین ملت و مردم دولت. ولی فقیه به این تشخیص برسه که مصلحت کشور حتی نه ضرورت، که اونم ایراد داره، مصلحت کشور به اینه که این قانون اساسی رو ما لغوش کنیم، یه طرفه لغوش بکنه. خدای متعال به پیغمبرش میفرماید. حالا 30 سال پیش شیخ احمد جنتی هنوز شوالاستیکی نداشت، حالا در یه شرایط دیگه بود، در مورد ولایت فقیه ببینید چه میگوید. همین مردی که با میلیاردهایی که بهش دادن شد نوکر دربست رژیم جمهوری جهل و جور و فساد. نگاه کنید. نظر من ما چاره‌ای نداریم به نفع اسلام و به صلاح اسلام و مسلمین که این محدودیت‌هایی را بگذاریم برای ولی فقیه، و اگر این محدودیت ها نباشه اون مشکلات تصمیم گیره های اصلا یه نوع هرج و مرجی لازم میاد، بی ضابطگی به وجود میاد، عدم اعتماد به وجود میاد، دیگران نمیدونن ما چیکار باید بکنن و رو چه ضوابطی ما میخوایم کار بکنیم. حتی قانون اساسی یه بطر از قانون اساسی که نیست، که قانون اساسی زیربنای قوانین مملکته. حال بنا شد یه روزی ولی یه فقیه خواست قانون اساسی رو به همش بزنه، آنی فوری به نظر شما این قانون اساسی یا باید به هم بخوره یا باید به هم بخوره، اینجا شما باید مخالفت بکنم، خلاف قانون اساسی عمل بکنم. چه ضابطه ای هست که دیگران بفهمند یا خود مردم ما بفهمند که رو چه معیارهایی کار میشه؟ اینا باید روشن باشه، نمیشه. ملاحظه کردید خود این هم اینو میگه، بهشتی هم همینو میگفت، دستپخت آقای سید علی آقای خامنه این شد که دارید میبینید. شاه بدبخت تو اون زمانی که گرفتار کابینه های یه ماه 4 ماه صدرالاشراف 45 روز، اون یکی سوهیلی طرحی تصویر کرد که شاه در دوران همین بحران و هجوم این حق انحلال مجلس رو داره، که البته به نظر من درست هم نبود، شاه نیازی نه، اما چه جنجالی سرش را افتاد. نامه قوام سلطنه، در حالی که خود قوام سلطنه من آدم بزرگی میدونمش، خیلی هم برش حرمت قائلم، شخصیت که تاریخ به ظلم کرد، با این همه خودش آدم دیکتاتور و مستبدی بود. آخه اینا و الان سید علی خامنه ای حاکم ناموس و غیر ناموس و فضا و زمین و آسمان و همه چی مملکت. بابا پسر نماینده تو در خراسان، پدرزن این 6 کلاسه حمال بی سواد، ببین چه کرده، 4000 درخت جنگل های هیرکانی رو زدن. آخه شما چی هستید؟ تریش هم گذاشته، اون یکیش هم بغلش گذاشته، این آقازاده های اون مردک شکم گنده حیوان، این هست. میخوام دونه دونه بهتون بگم. آقای قربان علی ماسفروش، قربان علی دوری نجف آبادی، برای اینکه تظاهر کنه آدم فقیر این حرفا، یه کاسه ماس زورا میبرد توی وزارت خونه، تو اون اتاق مجلل، تا کس در وام کرد میدید حاج آقا مشغول نون و ماس خوردنه. داماد محترمشون البته جناب آقای دکتر
هوای پدرزن رو خوب داشت، اون خونه هم که داشت اون پشت وزارت اطلاعات تو اون بخش شمس‌آباد اونجا، خلاصه بساطی داشتن. اگر رفاق ما رفته بود دیدنشون تعریف ها میکرد. به هر حال این آقا دوری ببینی چه دروغ هایی میگه این مردی که ارث پدرش رو خرج کرده. برای نگاه کن، دستم تو جیب کسی که نکرده، دستم تو جیب دولت که نکرده. ما این مدرسه های امام مهدی 18 تا مدرسه رو انداخته. پیروز مدرسه خواهر 2250 متر ساختمانش بود. پول زمینش هم عجیب خودم دادم، از حقوق خودم دادم. 35% 40% هم برای ساختش نزدیک از اداره اطلاعات دوباره ما از خودم دادیم. حمال، حقوق خودت چقدر بود که پول اون زمین رو دادی؟ آخه اینقدر شماها شالاتانی. محسن عراقی نماینده مقام معظم در لندن، بارها براتون گفتم تمام فامیلای گداگشته و کتوکورش رو از عراق آورد لندن. 27-8 تا بودن. برای بچه خواهر 6 ماهش به نام اون یه مردکی بود اینجا وام میگرفت، وام از بانک ها میگرفت، خونه درست میکرد، همش با حقوق بازی نامه درست میکرد. بچه 6 ماهه تو عراق آقای عراقی به نامش خونه خرید. بعد یه بچه مریض داشتم چه بود از دولت انگلیس خرجی میگرفت، کمان که همین مرکز اسلامی آقای خامنه ای بعدم فاش شد. اون زمانی که کرونا اومد به مؤسسات دولت کمک میکرد، به 70-80 هزار پوند در دولت انگلیس پول، چقدر؟ این از دولت انگلیس 110 هزار پوند پول گرفت. حالا شما فکر کنید این مردک تو ایران نشسته، عضو مجلس خبرگانش هم کردن، بادو بودن به دماغش، یک مردک بی سواد فقط چون عربی بلده و آقای خامنه‌ای ضعف داره تو این لغت، هر کی بیاد بتونه براش کمک کنه و این کار رو بکنه، خطبه نمازشو بنویسه اینا، حالا که سالها نمیاد عزیز میشه. محسن عراقی که فاسدترین آدمایش که گشنه و پابلعنه از عراق اومد و امروز جزو قارونهای جمهوری ولایت فقیه. اون وقت در خارج بیمه خواستن بفروشن، عکس چادر گذاشتن. مردک اون بیمه چیه که عکس چادر رو گذاشته؟ یکی از این حمالای عراقی شیعه اثناعشری است که تو لندن داره دزدی میکنه. آقا ببینید چادر چه ارزشی داره، برای فروش بیمه چادر گذاشتن اونجا. برای فروش بیمه عمر یه خانم زیبا میذارن، به تلفن میزنه، به حرف میزنه. برای فروش بیمه ماشین چند تا ماشین میذارن مقایسه میکنن. اون زن چادری رو برای امثال عمه تو و خاله تو گذاشته. تیگاش کنی حمالو، نگاش کنیم. اون وقتی که در خارج کشور بودم به نمایندگی از مقام معظم رهبری، دیدم که یه جایی تابلوهای زدند و عکس خانم با حجاب ایرانی با چادر مشکی ایرانی از پا تا سر به حجاب کامل، این عکس تو خیابون دقت کردم چیه؟ معلوم شد یک مؤسسه بیمه عمر، بیمه عمر شعارش رو بخواد بگه که من بیمه میکنم انسان ها رو، عمرشون رو، هم بیمه عمر بود هم بیمه سلامت بود. من بیمه میکنم، شعار بیمه خودش رو چادر مشکی ایرانی قرار داده. این چادر حافظ حکسیت این خانمه، حق باز دزد کبیر. این شالاتان بازی ها برای چی؟ ما زنان ایران چه محجبه چه غیر محجبه حجاب اجباری نمیخواهند. زن زندگی آزادی با قربانیانش، اینو تو تاریخ ثبت کرد و رژیم به عنوان جانیان علیه حقوق انسانی، علیه حقوق بشر محکوم شدن. شورای حقوق بشر اعلان محکومیتشون رو کرد. و اگر دوستان حقوقدان ما همت کنن
اینا دیگه جرأت نمیکنن پاشونو خارج بذارن مگه برن مسکو و سوریه و کربلا، جای دیگه نمیتونن بیان، میگیرنشون. خیلی روشن یه وقتی کویت به احتمالاً یا عربستان نمیدونم کدومشون بودن، به یکی از این آقایون گفتن آقا شما پاتون اینجا نگذارید، این مسئله ما نیست، مسئله انترپوله، شما رو میگیرن، ما باید شما رو بگیریم تحویل بدیم. مثل که به فلاحیان بود، شما جانی علیه حقوق انسانی هستی، علیه بشر هستی، این عراکی جنایتکار علیه بشریته، دزد معروف. گفتم براتون یه خونه خریده بود 2,000,000 خورده، اون پیشقسط و چکی که داده بود دست من افتاد، من تو کیهان زدم نوشتم، این دیوانه شد، رو یه وکیل گرفت از بوی پاکستانی، وکیلش نامه برای من نوشت، منم توسط یک روحانی که اینجا میشناختمش به عراکی پیغام دادم صدا تو ببر این اولشه، چک دومیرم چاپ میکنم، خفه شد رفت تموم شد، ولی من که ولش نمیکنم. این دوز در این لندن به عنوان نماینده ولی فقیه، این ایرانیان وطن فروش مزور منافق میرفتن دستشو میبوسیدن، این آدم فاسد رو دستشو میرفتن میبوسیدن. بله واقعا من دردم میاد وقتی اینا رو میشنوم، ولی رژیمی که اصلش رئیس کلش دروغ میگه، فاسد رو حمایت میکنه. نگاه کنید دیگه، شما با همین مرده که آقا کاظم گریان چیکار کردن اینا؟ بدبختی رو برای دوتا گوسفن انگشتاشو میزنن، الان زندانشون پر از این بدبختای بدهکاریهای مالیه. یکی اومده بود اینجا داستان میخواست درست کنه برای پناهندگی، هم تو آقا پدرم رو در آوردن، زندگی نمیتونم بکنم از طلبکار. گفتم خب چرا قرض کردی؟ گفت آقا بانک ها ما میرفتیم تقاضا میدادیم، وامو به ما میدادن، میرفتیم مثلا یه مغازه میزدیم، بعد سر مغازه ما ورشکست میشدیم، پدرمون در میمد، بعد بانک میمد یقه ما رو میگیره. ما 50 دفعه رفتم زندان و با بدبختی اومدم بیرون، حالا اومدم اینجا حمالی کنم، کف خیابون جارو کنم. لعنت به اون حکومت فاسد که ملتی رو که سربلند بود تو جهان، من دانشجو بودم ایرانی اینجا با قد 3 متری راه میرفت، تو تمام خیابون آکسفورد و کنزینگتون صرافیات ریالو میخریدن با جون و دل، 1,000 تومنی میداد میبوسید، پول با ارزشی که روز به روز. من اومدم لندن برای تحصیل 1972 بود آخرش، درسته؟ 1976 برگشتم، 4 سال. اولی که اومدم پوند 18 تومن بود، 17 تومن رو نمیدونم 8,000، میرفتم 11 تومن بود، این ارزش ریال بود. حالا یارو میاد میگه بله تنها پولی که مقاومت در برابر آمریکا میکنه ریاله. فاجعه است این، فاجعه است این، نظر نمیدونم. الان هم نقشه کشیدن جواهر و سکه و 4 تا بدبخ سر عروسی سکه گرفته، اون یکی فلان، اینا رو از دست مردم بکشن بیرون. چجوری؟ با این پروژه‌ای که صدا و سیمای جبلی به اجرا ده. چرا جبلی میگم؟ جبلی یکی از این نوکرهای پاچه ورمالیده سید علی آقاست. جبلی میگم تو اونو بشنو. آره هرچه میگویم سخن لیلایی است، شما اونو نگاه کن. جبلی میگم یعنی آسد علی، یعنی ایشون آفتاب دار آسد علی، خب به هم میخورن. نگاه کنید پروژه آخرین پولا را از دست مردم گرفتن، نگاه کن. کار اموال و خودداری از انفاق آن در راه خدا موضوعی است که در قرآن کریم نکوهش شده.
داشتن و ذخیره اموال و خودداری از به جریان انداختن آن بین مردم، موضوعی که در آیه 34 سوره مبارکه توبه به آن اشاره شده. لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. دلار یا سکه های طلا رو میخرن و ذخیره میکنن و هیچ استفاده ای از پولشون در مسیر تولید قرار نمیدن، میشه بگیم مصداق همین آیه هستن واقعا، چون دارن به مردم و جامعه خودشون ضربه میزنن. در اندوزی حرامه، احتکار ضروریات قطعا حرامه. در اسلام محدودیتی به سرمایه نیست. مثلا میگن آقا چقدر ما میتونیم مالک بشیم؟ اسلام میگه محدودیت نداره، انسان میتونه مقدار زیادی مالک بشه، اما مالک شده یک، حق نداری گنج کنی، حق نداری برخرجی کنی، یعنی اسراف حرامه، گنج حرامه. پس چه بش کنیم؟ یا قرض دارتنه بده یا کار تولیدی ایجاد اشتغال کن. در تفسیر این آیه احتکار خانگی اموال و انفاق نکردن آن نکوهش شده. یکی از بزرگترین آفتهایی که ممکن است به یک اقتصاد بخوره همین آفت، که سرمایه ها به جای این که برن به سمت تولید، بیان تبدیل بشن به یک احتکار خانگی، سرگردنش آویزون میکنه که تو چشم همه میاد. مردک بابا این دیگه چه خبر؟ مردکان، کسی مثل ماها فرید خسروی پول خودش رو از آلمان آورد سرمایه گذاری کرد، چه کردیم باهاش؟ کشتیمش. شما انقدر شرافتمند نیستید، مرد نیستید در برابر این ملتی که همه این ظلما رو کشید، همه چی برای یه قطره آزادی بچه شو داد، زندگی شو داد، و شما باهاش این کار دارید میکنید. محافرید خسروی 17,000 نفر رو نان میداد، کار میداد. من توی تلویزیونم 39 نفریم، پدرم در اومده له شدم. 17,000 نفر رو داشت نان میداد که توی مرگش اونجور زار میزدن. کشتینش. من نمیشناسم، نه خانوادش رو میشناسم، ولی دنبال کردم قضیهشو، چون کسی رو نداشت. آقای زنجانی گفتید صدها نمیدونم چقدر میلیارد برده. بله، چون پولایی که دادن ایشون مرده رو زنده میکنه، زنده رو که معلومه نمیذاره بمیره. آقای محسنی عجیبی باید بهش بگیم، 100 میلیون پول گرفت دلار و جان ایشون رو بسه. فکر کنید محسنی اجهی تمام ریختش 5 دلار میارزه، با این پول چی کار میکنه؟ سرمایه گذاری کردن ایشون خارج. آره دامادا و آقازاده ها و مردشورا همشون هم ید و بیزاشون زیاد. من واقعا درد منو میکشه. صادق زیبا کلام این روزا خیلی بهش ایراد گرفتن. آقا ببینم تو بدبخت تو ایرانه دیگه، چی میخوای؟ ببین چی میگه راجع به اینا. تو آب خرمشهر را نتونستی بعد 30 و چند سال درست کنی. من معتقدم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تابعی از منافع ملی ایران نیست، بلکه تابعی از ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی هستش. 45 سال ما داریم هزینه میکنیم واسه محور مقاومت، واسه نمیدونم سوریه، واسه کجا نشون دادش که چقدر بودجه مملکت رو، بودجه که باید صرف راهن مملکت میشد، صرف بهداشت مملکت میشد، صرف تغذیه مملکت میشد، صرف مدارس مملکت میشد، ریختیم تو چاه ویل این که از بشار اسد حمایت بکنیم، بریم حوثی ها رو نمیدونم تجهیز بکنیم، بریم حزب الله رو تجهیز بکنیم و اینا. تو این 45 روزه تمام اون چرا که تحت عنوان محور مقاومت چه ساخته و پرداخته بود همش پف کرد ریخ و معلوم شدش که به جز هزینه هیچ چیز دیگری نبوده. تو آب خرمشهر رو نتونستی بعد 30 و چند سال درست کنی. تو آب اهواز رو نتونستی، مردم اهواز آب آشامیدنی ندارن، تو نتونستی درست بکنی. تو وقت من باید دلم خوش کنم به اینکه آمریکایی‌ها از من میترسن. ما که بکنم انقدر پیشرفت کردیم که پیشرفت واقعی اون هستش که مردم دوست داشته باشن. داستان آمریکایی‌ها داستان دیگری است. آمریکایی‌ها به شما میخندن. برکندن حیوانات برای اونا کاری نداره، خیلی ساده است. اما به شما میخواه. البته آقای بایدن یه خود گرفتار خواب قیلوله است،
اونتا مصری ها بیچارا بعد از ظهر یه لقمه نون تو آب میزنن میخورن، دراز میکشن همون بغل سرش رو میذارن روی گیوهش، یک ساعت میخوابه. بعدم بولم الحمدلله مردم قناعت پیشه و مردمی که گرفتار حکومت دروغ نیستن. اون روز یکی برای من نوشت و گفت که زاکانی باغ قیتریه، قصر قیتریه، همه رو غصب کرده، دور شیم کشیده و داره زمین ها رو خود میکنه بفروشه. فکر کنم یه تصویرم بعد داریم. پهلوی ها نه تنها اینجا رو نگر داشتن، مرتبش هم کردن، مثل کاخ سعدآباد، مثل کاخ فرآباد، هر کدوم اینا مال قاجارا بود نگر داشتن، قصر گلستان، همه اینا رو. این رژیم جهل و جور و فساد، ببینید هیچ جای مملکت نیست که از تعرض اینا مسئول نباشه. برنامه میگه برای تخت جمشید قبر کوروش نداشتن، میگه همین مردک زاکانی و امثال هم نقشه ها نداشتن. من بهتون بگم آمدن زاکانی به شهرداری بزرگترین فاجعه بود. توفه آرادان زمانش کوتاه بود، زمان قالیباف هم که طولانی بود، حداقل قالیباف دزدید اما یه کاری هم کرد، ولی این زاکانیه که شرافت رو فروخته و قباحت خریده جاش، دختر خانمشون تو سوئیس دارن حال میکنن با نوه محترمشون و خودشون هم مشغول حال کردنه. یه چیزی من دیدم خیلی جا، این رسایی خیلی نعره اسلام و حجاب و اینا رو میزد، خب انتخابم کردنش، بالاخره به تو مجلس عرعر بزنی که عرعر ثبت بشه. این دعواش شد با سردار آبرومند. یکی به من گفت اینا چرا به هم دیگه میگن سردار؟ سردار آدم میگه صلاح الدین ایوبی، رستم فرخزاد، آریوبرزن، اینا چیکار کردن؟ آه گفتم بعد اینا در هفت تپه دو تا چش کور کردن، در تهران سه نفر رو کشتن، به این دلیل سردارن. حتی داستان دون کیشوت، سروانتس هم اینا حتی به جنگ آسیای بادی هم نرفتن، یه صدای تیر بیاد اینا خراب کردن. شما فهم کنید این سردارای ریز و درشت، آقای آبرومند، اینا در برابر دشمن آبروی دارن؟ فکر میکنید اگر یه گلوله دره اینا سر جاشونن؟ سوراخ ها رو قبلا پیدا کردن و خریدن و آباد کردن. این تونلای زیرزمینی بیشتر برای فرار ایناست، برای سیدعلی آقا درست کردن توی همون نزدیک خونهش تو دانشکده افسری، سر در بیاره بره بیرون یا بره باغ شاه، پادگان هر. باغ شاه خیلی قشنگ تر بود، اسم تاریخی بود، به یاد مردم می اومد که جانوری به نام ممدلی شاه اونجا آزادی خواهان رو اعدام کرده، از اونجا فرار کرده به سفارت روسیه، جایی که اینا هم باید برن. فکر کنیم پوتین تمام پولای اینا رو خواهد گرفت، حمایتشون هم نخواهد کرد. یه وقتی در اوج جنگ سوریه توی برنامه تلویزیونی عربی بودم، از من سوال کردن شما فکر میکنید الان همه فشار هست بشار اسد باید کجا بره؟ موسکو؟ اینقدر روسیه جاهای زیبا داره، بره اونجا یه چند ماهی حال کنه و بچره، بعدم دچار یه حادثه رانندگی یا نمیدونم بارندگی یه چیزی بشه بمیره، پولاش آقای پوتین بخوره. خیلی روشن، سرنوشت آسدلی و بقیه‌ام تو همین مایه است. بریم سری بزنیم به لیلا جان فروهر، نازنین بانویی که صدای نوجوانی ما بوده و تا امروز هست، پایدار باشه. و درودی به اسماعیل عزیزم، همسر او، خواهر نازنینش، مادر گرامیش، که همه اینا من خیلی خوب میشناسمشون و دوستشون دارم. بریم درود دوباره. بسیار ما راجع به رسایی گفتیم اما کلیپش رو پخش نکردیم. این بالاخره فاطمه سادات رو باید بهش رسید. نگاه کن.
حالا که موضوع افشاگری و ریختن پته عوامل کثیف و فاسد جمهوری اسلامی روی آب داغه، بد نیست که سری بزنیم به شیطونی جمال الدین آبرومند که اخیراً صداش در اومده. قضیه از این قراره که حمید دلخوش، دختر آقای دلخوش، نماینده سابق مجلس که رئیس دفتر پدرش بوده، شکایت نامه‌ای رو به دادگاه تسلیم کرده و از آبرومند شکایت کرده. حالا این قضیه رو کی رو کرده؟ حمید رسایی، روحانی فاسد و تندرو، کسی که تازه به مجلس راه پیدا کرده و برای تصاحب ریاست مجلس داره پرده از کارهای قالیباف و دار و دستش برمی‌داره. رسایی فاش کرده که خانم دلخوش با آبرومند ارتباطاتی داشته و ظاهراً آبرومند به این خانم قول‌هایی داده و تو مهمونی‌هایی که توی خونه تیمیشون با قالیباف در تهران داشتن وعده پول و ثروت و خونه داده و چون آبرومند زیر قولش زده ایشون هم رفته ازش شکایت کرده. حالا جالب اینه که بعد از این قضیه آبرومند هم اومده پته رسایی رو بریزه رو آب و گفته آقای رسایی بهتر از رابطه خودش با سرکار خانم فاطمه سادات جعفری که تو فرشته تهران واسش خونه گرفته و به سفارش آقای رسایی در مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران تهران استخدام شده رونمایی کنه. دزدی و اختلاس و رانت و پولشویی کم بود. حالا هر روز کلی مدرک و نامه و ویدیو و عکس از کثافتکاری‌ها و هوسرانی‌های بالا تا پایین نظام هم بیرون میاد. مردان سیاه‌پوش و ریشویی که ظاهر مظلوم و موجه و متدین دارن ولی در باطن موجودات فاسدی هستن که به همدیگه هم رحم نمی‌کنن، چه برسه به مردم ایران. آدم دوستی داشت میگفت توی برنامه، بله ما الان تبدیل شدیم به یه امپراتوری، قبلا یه امپراتوری بودیم، حالا هم هستیم، در یمن، لبنان، سوریه اینجا حضور داریم. ای کاش میرفتید حرف مردم اونجا رو میشنیدید، ناسزایی که میگن در خود فلسطین، در خود فلسطین. وقتی میبینیم محمود عباس، ابو مازن نمادی از شرافت و انسانیت، من خوب میشناسمش، در برابر دزدی مثل اسماعیل هنیه، آقای دونجوان دیدید دیگه، زن 28 سالش هم دیدید هفتمی، رژیم جمهوری اسلامی رو از اسماعیل هنیه حمایت میکنه، این معرف این هست که هر دوشون در یه آخر هستن و از یه آخر میخورن. حالا اینا افتادن به جون هم، همدیگر رو افشا میکنن، خیلی جالب. اما آقای محمد مهاجری، نویسنده و تحلیلگری که با اینا بود، با اینا بود و حالا ببین چه میگوید. تونل دریاچه مانش کلش 8 میلیارد دلار هزینه شده، یکی از بزرگترین پروژه های دنیا، یکی از سنگین ترین پروژه های دنیا. شما نصف اون پول اومدید توی یه دونه چای دبش به اسم چای دبش توی مملکت هزینه کردید. خب واقعا چی نمیشد برای مملکت؟ ما داریم برای 7 میلیارد 6 میلیارد دلار که از کره جنوبی طلب داریم، خودمون رو به هزار جا میزنیم، به در و دیوار میکوبیم که بتونیم پول رو بگیریم. بعدن سر این پول چای دبش اصلا میگم اتفاقی نیفتاده. دولت ضعیف خود به خود باعث فساد خواهد شد. من وقتی که آقای رئیسی اومد گفت این فساد نمایی است، دلم لرزید که احتمالاً از اینجور موارد خیلی باز هم اتفاق افتاده و دارن لاپوشانی میکنن به دلیل ضعف. آقای مهاجری، آقای مهاجری عزیز، خبر مگه نداری؟ کشور اشغال شده است. آسدعلی چنگیزخان رئیسی و اینم طوله هاشن، طولی و تالی و اینا بچه هاشن. مملکت هم تقسیم کردن بین خودشون، فاشیستن. تو برنامه زنده میان یقشونو میگیرن، دروغ پردازی هاشونو میریزن بیرون، جبلی بیزنه تو سرش، قطع کنیم بزنیم بالا، یارو گفته. نگاه کنیم دیشب نه. یه خبرهای منتشر شد از غزه و بیمارستان شفا که هممون رو بیخواب کرد، تا صبح خواب به چشمون نمی اومد و هنوزم که هنوزه داریم خدا خدا میکنیم که این خبر دروغ باشه. خبر اومد که سربازان صلح طلب ترین ارتش جهان، بله این مزخرفاتی که میگه، شب خواب به چشش نرفته، داشته میمرده از خواب. شما بی غیرت ها اگر مرد بودید، اگر آدم بودید،
این آشوب تو غزه درست نمیکنه. تو این سرما 2 میلیون آدم آواره بدون خونه زیر چادر، نتانیاهو هم که داره میزنه. دیروز پسرم به من میگفت خدا رو شکر شورای امنیت یه چیزی رو تصویب کرد برای آتش بس که آمریکا وتو نکرد. گفتم دیگه آمریکا نمیتونست بکنه. ترامپ الان اومده میگه جنگ غزه باید تموم بشه. ترامپ هم اینو داره میگه. حمله 7 اکتبر هولناک، اما اسرائیل باید به جنگ پایان بده. بابا وجدان جهانی دارید میتره. حالا تو برنامه زنده یا تو برنامه مرده هرچی، مهمان برنامه میاد دزدی های دروغ های دولت خامنه ای رو بر میشمره. نگاه کن، اگر این دوست عزیز دقت میکرد به فرمایشات یکی از اون آخوندها که جزو عوام جبهه سید علی آقای پای خیابانی است، اگر دقت بکنید ایشون میگه آقا نماز تا اول وقت بکن، هر کاری میکنی بکن. همین تظاهر دیگه. او خدا هم نشسته پایین بالا زمین همه جا که ببینه تو نماز تا اول وقت کی میخونی. 6 میلیارد 5 میلیارد هم نماز نمیخونن، اصلا کاری بهشون نداره. اینا در تفسیراشون میگفتن مثل حیواناتن، بنابراین با مثل حیوانات باشون رفتار میشه روز قیامت. حالا شما فکر کنید اون قیامت بعد کجا باشه؟ صدها میلیارد بز و بزغاله و گاو و گراز مثل طالبان و خودشون اینا همه جمعن اونجا. نگاه کنید این آخوند وقیح رو چطور توجیه میکنه. ببینید والله بالله تالله هر کسی نمازش اول وقت بخونه یقین بدون عاقبت بخیر میشه. ولی تو که میدونم توضیح میکنین، تو که میدونم مواد میفروشین، اینا رو میدونم ازتون، ولی بچه‌ها کاراتون یه جوری برنامه ریزی بکنید که نماز اول وقتتون ضربه نخوره. بعد بهشون گفتم وقتی میخواید برید دزدی یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره. یعنی مثلا میخواد بره دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر، خونه هم خالیه، این 6 رو بکن 6 و نیم نمازتو بخون بعد برو دزدی. یک اشتباهی که تو جامعه ما هست فکر میکنن که نماز برای ما مذهبی هاست، نماز برای همه بنده های خداست. خدا موقع اذان همه دزدا همه عرق‌خورا همه رو میگه بیاید نمازتون رو بخونید. آقا میگه نماز به اونا واجب نیست. بله. پس تمام دیگه داره صداشون میکنه. بعد یکیشون خب با ما رفیقن دیگه، به من میگفت که این چه فایده ای داره. گفتم دزدی که به احترام خدا نیم ساعت دزدیشو بندازه عقب یه روز عاقبت بخیر میشه. بیاد نمازی که جذاب نیست رو بخونه. تو از جذابیت ثروت مردم موبایل قاپیدن دست کشیدی واسطه به یه عبادتی که خیلی مزه نداره برات. تو داری از تحت جذابیت ها خارج میشی، تو عاقبت بخیر میشی. من می نویسم امضا میکنم به قول مولا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود نفسی الا ما اقول رهینه، گردنم گروه حرفم، والله بالله تالله هر کسی نمازش اول وقت بخونه یقین بدون عاقبت بخیر میشه. اون گردن کلفت تو بذار وسط، چه ثمری برای مردم داره؟ دزده میاد مالشو میبره، حاج کاظم آقای گریان میاد مالشو میبره، زاکانی میاد زندگیشو میبره، سیدعلی کشورشو میبره، چه ثمری برای مردم داره؟ حالا نماز اول وقت بخونی. یا آخوندی هم قبل از انقلاب هی میگفت نماز اول وقت بخونید، بعد صحبت میکرد بشکن میزه آخه برای کارهای دیگه وقت نیست. دیدم من این داره عمل دیدم این موجودات منافق بی آبرو رو دیدم قبل از فتنه و بعد از فتنه خمینی. باور کنید در تاریخ ما جنایتکار خیلی زیاده، اما جنایتکار شالاتان دروغگوی حق بازه از خدا بی خبر با خمینی شروع میشه، با سیدعلی ادامه پیدا میکنه و با این جانورایی که مشاهده میکنه. من بسیار متاسفم برای ایران که باید به دست اینها بیفته به خاطر حماقت جماعاتی که اون زمان میگفتن تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. یادتونه این چیزایی که شما میشنیدید
اصلا هم برایشون برای اینا الان مهم نیست، اهمیتی نداره. بچه علم الهدا 4000 تا درخت دزدید، مال احسان بخش 1000 تا دزدید، مال اون یکی ایداد. اون وقت اکبر نژاد که یک کلمه حرف حساب میزنه باید بره تو زندان. حالا این داستان وقتی گفت الناس علی دین ملوک، هم دیگه مردم مثل حاکمانشون میشن، اومدن چپ و راست آهنگای قشنگ، آقا بودو بیا ناتالیا آنتالیا بهشت رو گذاشتیم جلو، اما واقعا ناتالیا هم باهاشه، بیا نگاه کنی حال کنی. بعد وقت میگه آقا بذار یه هفته از شر اینا خلاص شم، ایده یه سال بدبختی 2003 گذاشتم کنار، حالا همم که نمیتونم برم، حالا یه عده جوونی یقه باباشو میگیره، اون یکی پاشن برن یه هفته از فضای مملکت بیان بیرون، یه هفته عرعر اینا رو نشنون، یک هفته عرعر امثال عراکی و جنتی و نمیدونم آقای چی بگم، مثلا اینا اینقدر همشون اون اعلم الهدا رو آقای ماسخور رو اینا رو اصلا نشنون، این دروغ زنها رو نبینم. رفته چی شده اونجا که رسیم، اینه همه اینا که تو آگهی بود دروغه، همش دروغه، نه هتل اونه که بشه 7 ستاره، مبتی دیدم اونجا هتل واقعا 7 ستاره، کوین اصلا یه چیزی بود هیچ وقت یادم نمیره، بسیار زیبا، صبحانه نهار شامش همه چیش درست. پشت رفته اونجا یه کاسه غذا دادن دستش تو خیابون، نگاه کنید دروغ ها رو ببینید. 20 دقیقه این وضعیت لابی هتل، مردم غذاهاشون رو گرفتن دستشون اومدن تو لابی، آشغال اینم بیرونه، مردم اومدن غذاهاشون رو پرت کردن بیرون. اینجوری این وضعیت این هتلیه که ما یوال اومدیم، این وضعیت هتله. اینا رو من نمیدونم چرا اون بلاگرا الان نمیذارن، اون بلاگرایی که دارن تبلیغات این هتل رو میکنن الان بیان اینا رو بذارن. میشه بگی چی شده؟ اینجا نه خدمات میدن، نه خدمات میدن، نه غذای درست حسابی میدن، هیچ چی به اسم یوال. پولمو گرفتم، هیچ کاری هم واسه من نکردن. من 2 روز اینجا اومدم. نه بابا. من باید اینجا باشم. اینا همه مشرفان، غذا همه آشغال، غذا همه یا فاوش این مرغ شده. مرغم نیست آقا. مرغم نیست. بیا برنش برو رو بدن. 5 شبانه روز اینجا سختی کشید. عواش ما. مرغ ما رو پس بده. 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 ببینید وقتی مبنا و اساس اون طرف داره دین رو بهت میفروشه با حق بازی. عراکی دو آقا عکس یه زن رو زدن برای بیمه عمر. دروغ میگه مثل چی میگم، توهین به سگ نکنم، مثل بزمجه دروغ میگه. شما فکر کنید تو لندن عکس یه زن رو با محجبه از سر تو اونم چادر ایرانی بزنن که ما بیمه عم میدیم، نه یه خانم با مایو میذارن یه آقای در کنارش بیمه عم میفروشن، شالاتانه دیگه. حالا یکی از این عراقیایی که اینجا اومدن که بعضیاشون واقعا آدم میگه صد رحمت به دزد ایرانی، من نمیدونم این تشیع چیه که اینا رو تبدیل به این، تو دکونش میری از صبح داره قرآن پخش میکنه. آقا مرتی که من نمیخوام الان بشنوم، نمیخوام یاد سر قبر آقا مرده بیفتم، الان میخوام صدای زیبای مرضیه رو گوش بدم، دلافوره رو میخوام گوش بدم، چون ایرانی عراقی هن. میگم آقا جان من نمیخوام اینو گوش بدم الان، وقتی رفتم سر مزار فلان دوستم چه اونجا بزنه اشکال نداره، ولی اونجا هم اخیرا موسیقی میزنه، ولی تو این دکون عراقی ایرانیایی که میری دو جانبه، صدام میگه بیاین برین سربازی، شما باید برین سربازی، ما ایرانی هستیم، ما عجمی هستیم، تو ایران میاد میگه برین سربازی، نحن رقیون، عراقی میشد تو ایران، زو حیاتن و دو جنسه بودن اینا. حالا اینجا اومدن دکون زدن،
آقا فستق ایرانی بیا بخور چقدر عالیه، پسته ایرانی دارم معرکه، بیا بزن. عراقیه میتو یا اخی کیفک حلویات عراقی، شیرنی عراقی دارم، همه شیرنی هاشون هم سوپر چی به کوروش یا اینای دیگه بهشون میدن، اون میگه عراقی، اون میگه الجزائری، اون میگه فلان. دروغ، یعنی تربیت این مذهب با دروغه. خدا شاهده آدم ها رو میشناسم، اهل سنت دروغ نمیگه. حالا کارش غلطه، مذهبش افراطیه، خودش افراطیه، دروغ نمیگه. ولی شیعه اثناعشری تقیه؟ آقا تقیه است. من مجبورم تو دکونم قرآن بگذارم مشتری مسلمون جلب کنم. تمام مشتریاشم که میان 90% نمیخوان قرآن گوش بدن، نمیخوان، دوست دارن آواز عبدالحلیم حافظ گوش بدن یا موسیقی ایرانی گوش بدن. این تربیت، تربیتی که از اول تو گوش ما کردن، تقیه، تقیه. تظاهر کن آقا، تظاهر کن کاسبی تو بکن، هیچ وقت نمیگه راست بگو. اون قصاب الجزائری سنی وقتی میره بهش میگه، میگه آقا این گوش مال دو روز پیشه، چیه بهت میگه؟ نه آقا، نه آقا. قوطی رو نگاه نکن، نوشته اکسپایر مثلا 20 مارچ، من خودم خوردم مال 4 سال پیش بوده، خراب نمیشه. تقیه، دروغ بگو، توجیه کن. این مرده که 6 کلاسه بی سواد 1400 که میخواست بیاد چی میگفت و حالا در 1403 چه میگوید؟ یعنی با هم یه مقایسه کوچولو بکنیم و خدافظی کنیم. 3 سال متوالی است که کشور رشدهای بالای 4% را تجربه میکنه و این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 کمتر از 1% بوده است. در کنار بال رشد تولید، بال دیگر شعار سال مهار تورم بود. شما به خاطر دارید که از ابتدای این دولت و در مقاطع مختلف برخی از افراد مدعی بودند که تورم سرغمی خواهد شد، اما امروز که خدمت شما مردم عزیز من هستم، نه تنها آن پیشبینی های بدبینانه محقق نشد، برعکس تورم در مسیر نزولی قرار گرفت. میکنن که اگر ما نبودیم مملکت قحطی میشد. این مثل بود دروازه‌بانیه که 17 تا گل خورد. گفتن چرا 17 تا گل خوردی؟ گفت اگر من نبودم 30 گل خورده میشد. که نشد پاسخ به مردم. باید راهکار پیدا کرد. داتان 6 کلاسه رئیس جمهوری میشه و سدلی آقا هم بهش گفته آقا دیدار این سربازان و جنرال های ارتش و سپاه رو با ست‌حسن خمینی جدی نگه، اینا رو بازی کردم ست‌حسن خر بشه، نقشه براش دارم، به لقاء الله میفرستمش، تو خیال جمع باشه که محلل آقا مشتبایی، از حال نوکریشو بکن، عاقبت به خیر میشه. این مردک فکر میکنه عاقبت به خیر میشه، رئیسی روزگاری خواهد بود که آرزو میکنی ای کاش 40 سال پیش بود و اون بچه طلبه یه بچه آخوند بود. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار.